Bismillahirrahmanirrahim. Şagirdani hayat aziz salam. Emruz dersim az barname mekrasu board şuru meşe. Emruz ve ders hayi qabli table of contents i bakhşra mutalaya namuda budim. Hal me pardazim ba footnote ve endnote. Footnote yani tavzi ya tashi ki raci ba yak cümle ya raci ba yak istilahat raci ba ya yak آیت قرآن شریف باشه میتونیم در اخیر صفحه ایرا توضیح بدیم و این نوت ما است که در آخر داکمنت توضیح داده میتونیم فوت نوت در آخر هر صفحه میتونیم ببینیم فرق از ایره مثلا در اینجا ما مصاحبه رند یک سی پاراگراف میگیرم ببینیم به این شکل خب اینجا سه صفحه دارم ببینیم سه صفحه در اینجا ما میخواییم در صفحه اول فوتنوت اضافه کنم مثلا یکان لغت یا یکان اصطلاحات میباشد که پیچیده یا قابل استفاده کم میشه راجع با او ما میخواییم تشریحات بدون مثلا داکیمنت انتخاب کردم داکیمنت رو یا کلیک کنین هم مشکل نداره میشه داکیمنت رو انتخاب میکنیم دیجه انزرت فوت نوت ببینین دیجه فوت نوت ما ظاهر میشه آل معنی داکیمنت چیست مثلا اسناد به این شکل باشه ببین دیجه فوت نوت شماره یک هست باز دیجه میبینیم که در بالای داکیمنت همچنان دیجه یک اضافه شده یعنی اینمی یک راجع میکنه به یک یعنی معنای اونم داکیمنت اینمی یک بوده یعنی اسناد بوده پس دوباره میخواییم اینمی جا هلپ اینمی هلپ انتخاب میکنیم به این شکل انزرت فوت نوت ببینیم مثلا کمک ببینید دیجه بالای help همچنان دو آمد یعنی راجع میشه به فوتنوت دو یا یکان وقت میشه که یک آیت قرآن شریف باشه از کدام سپاره و از کدام سوره باشه کدام سوره و از کدام آیت باشه آیت چندم باشه از اونا رو دیجه آیت انتخاب نموده دیجه میتونین یا معنی کنین یا تشریح یا توضیحات راجع به اون نوشته کنین ببینین این من از هر صفحه خو یک لغت رو انتخاب میکنم و بعدا فوتنوت درج میکنم در آخر این همی صفحه درج میشه ببین بعدا ما میاییم بالای چینج کرسر رو فعال نمود انتخاب میکنم پس دوباره دیگم انزر فوتنوت انتخاب میکنم ببینید فوتنوت سیشن مثلا چینج یعنی تغییر تغییر اینمی شماره ما در هر صفحه از سر یا از یک شروع شود یا از صفحه اول یک دو اینجا سی شد یا متوالی به شکل دوامدار از همه صفحه به شکل دوامدار ادامه پیدا کنه به این خاطر ما دیجه آپشن از کلیک میکنیم ببینید دیجه نمبرین داریم کنتینیو باشه از صفحه اول که مثلا فوتنوت یک دو سی در هر صفحه اینمی شما را مثل که میبینید دیجه فوتنوت یک دو ما در صفحه اول بود فوتنوت سی ما در صفحه دوم آمد ما میخواییم اینمی کانتینیوز باشه در همه صفحه متوالی میاد اگر ریستارت ایش سیکشن بگیریم در هر سیکشن از سر شروع میشه نمبر فوتنوت ما سیکشن بعدا کار میکنیم ولی خب ریستارت ایش پیج در هر صفحه باید از سر یا از یک شروع شود ببینید اپلای میکنیم
ببین دی صفحه دوم هم همچنان از یک شروع شد، یعنی یک دو در صفحه اول بود، یعنی یک پس دوباره از دو شروع شد، از صفحه دو از یک شروع شد. ببین پس ما میخواییم که این ادامه پیدا کنه، continuous apply. ببینید پس دوباره در هر صفحه متوالی داره. خب دوباره هرگاه خواسته باشیم اینمی فوت نوت ما را به این نوت تبدیل میکنیم، میگیم ببینید در اینجا کلیک میکنیم، اینجا داریم فوت نوت باتوم آف پیج، یعنی اینمی تا آخر هر صفحه قرار بگیره. باتوم آف پیج ما میخواییم بیلو تکس، بیلو تکس ما چی کار میکنم ببینید در اینجا من متن کم داریم در صفحه سیوم، ببینید در صفحه سیوم ما متن ما این مقدر جای ما خالیست، در اینجا یک فوت نوت میتونم مثلا پست یا ناشته میکنیم وی، انتخاب میکنیم وی را انزر فوت نوت میگیم. ببینید این مقدر جای ما خالی هم باشه در آخر صفحه به ما فوت نوت 4 را اضافه کرد. اینجا مثلا را وی یعنی را معنا میده، نمبر فوت نوت ما 4 است، در اینجا باید اونمو را ببینید 4 آمده بالای از کرسر روانیم، ببینید را اونمو معنای از این میده، ببینید 4 در اینجا. حال ما میخواییم که اینمی فوتنو اینمی قدر جای ما خالی باشه در صفحه، اینمی فوتنوت را در آخر صفحه اضافه کنه یا در اخیر پاراگراف یا اخیر متن ما اضافه کنه. ببینیم ما میگیم که اینمی را در آخر متن با ما اضافه کنه، اپلای. ببینیم در آخر صفحه در آخر مطلب ما اضافه شد، بگیم که در متن ما در هر جای و در هر قسمت صفحه ما ختم شده باشه در آخر صفحه به ما فوت نوت خود ما را اضافه کنید. ببینید در آخر صفحه ما در هر جا ختم شده باشه مشکل نیست، ای فوت نوت ماست در آخر هر صفحه اضافه کرده میتونیم. بعد میاییم این نوت داریم، خب اول یک دفعه میخواییم که اینمی این فوت نوت خود با این نوت تبدیل میکنه، مثلا حالا فوت نوت داریم، این نوت فوت نوت ما خود در آخر هر صفحه اونم این نوت را فوت نوت را اضافه میکنه، اما این نوت چی میکنه؟ 14 20 یا 100 صفحه هم داشته باشیم، یعنی همه این نوت را جمع کرده در آخر داکیومنت با ما اضافه میکنه در صفحه آخری. حال ما میخواییم که اینمی جا فوت نوت دارم، اینمی فوت نوت ها رو خواسته باشم و این نوت همچنان تبدیل کرده میتونم. دیگه میاییم خب convert داریم اینجا، convert all foot notes to end notes، تمام فوت نوت ها رو به این نوت تبدیل کن میگه، اوکی میکنیم، ببینیم close. ببینیم در یک صفحه ما فوت نوت اینجا نداریم، ببینید همه فوت نوت ما به این نوت تبدیل شد و در صفحه آخری اضافه شد. خب حال اینا این نوت فوت نوت نیست به این نوت تبدیل شد، حال دوباره میتونیم میره به این نوت تبدیل کنه، ببینید اینجا خب اینم این نوت ما end of section باشه یا end of document باشه، فعلا end of document است، آخر کتاب یا آخر مطلب داریم قرار داریم. خب میخواییم که اینمی این نوت ها را به فوت نوت تبدیل میم، ببینیم قبلا فوت نوت داشتیم به این نوت تبدیل کرده بودیم، حال ما این فوت نوت نداریم، صرف این نوت داریم، ای فال شده. ببینیم دوم گزینه دوم convert all این نوتس to فوت نوتس، تمام این نوت را به فوت نوت تبدیل کن. ببینید یم در جای خود آمد، یم در جای خود آمد، ببینید به این شکل. خب حال میخواییم من در این صفحه یک این نوت درج کنم، ببینید مثلا
میایم یک لغت را در اینجا انتخاب میکنیم، مثلا پیکچر باشه را انتخاب کردیم، راجع به این تشریحات میتیم، میخواین در فوت نوت تشریحات بیتیم توضیحات، یا میخواین در این نوت توضیحات بیتیم. فوت نوت ما در اخیر می صفحه اضافه میشه، این نوت ما در اخیر داکیمنت در اخیر کتاب اضافه میشه. خب بلایی کلیک میکنیم ببینیم در اخیر داکیمنت آمد. اینجا میگیم که تصویر شماره از زیر تغییر میتیم. ببینیم فعلا شکل یونانی را خود داره. خب از اینجا انتخاب میکنیم ببینیم. خب نوعیت شماره از زیر به این شکل اپلای میکنیم ببینیم یک شد. یا خواسته باشین به شکل دیگر همچنان انتخاب کردن میتونین. ببینین یه ABC میکنیم میره ABC apply. این نوت A خب دیگه پس دیگه در صفحه چند نوم قرار داریم؟ دوم قرار داریم برای فعلا. از اینجا نیو رو انتخاب میکنیم در صفحه دوم، پس دوباره انزب این نوت میگیم. ببین این نوت ما همچنان دیگه اضافه شد. خب از این ای باشه. خب اینجا میگیم که مثلا تکست رو انتخاب میکنیم، انزب این نوت ببینیم بی شد. متن وینده از هر جای داکیمنت ما یک کلمه یا اصطلاحات را انتخاب کرده راجع به آن توضیح میتیم. از اگه این نوت را انتخاب کنیم در آخر اونمو کتاب یا اونمو مطلب اضافه میشه. اگه فوت نوت را انتخاب کنیم در آخر هر صفحه اضافه میشه، در صفحه ای که اونمو اصطلاحات ما تعلق داره. هر کدام شو خواسته باشین میتونین از اینجا استفاده کنین. کتاب هایی که فعلا جدیدن چاپ شده، تمام مثلا کتاب های ازبکی مثلا، تمام لغت های از اون در آخر صفحه قرار داره. خب اگه خواسته باشین همون تو یک چیز جور کنین از این نوت استفاده کردن میتونیم. ببین در اون کتاب همچنان از این نوت استفاده شده. باز از اینجا نیکس فوت نوت داریم، مثلا ما را ببر به فوت نوت بعدی. ببینیم در کجا فوت نوت داریم، اینه کرسر ما در اینجا آمده را. خود دیگه فوت نوت داریم بعد از این نداشتیم. خب به فوت نوت قبلی ببر ما را، در اینجا چینج داریم. ببینیم فوت نوت قبلی در اینجا، پس دوباره یک فوت نوت داریم. ببینیم اینجا دو اینجا. خب از اینجا میتونیم فوت نوت های بعدی جمع کنیم، این و فوت نوت های بعدی مرا میبره، این پریویوس فوت نوت، این و فوت نوت های قبلی مثلا پشت سر. نیکس این نوت مرا به این نوت خود میبره. ببینیم پیکچر دیگه هم داریم این نوت. ببینیم نیکس این نوت اینجا بی داریم. ببینیم به شکل پریویوز این نوت قبلی. ببینیم اینجا این نوت قبلی داریم. خب حالا شو فوت نوت، شو نوت داریم، بالا ازی کلیک میکنیم. مثلا اینمی ای این نوت است، در کجای صفحه قرار داره، کدام مطلب کدام توضیحات راجع به اینمی ای میشه، اینمی پیکچر. میگم شو نوتس، میگه ویو فوت نوتس ایریا یا این نوت ایریا. اینجا این نوت است، میگم به این نوت ایریا ما رو ببر. اوکی ببینیم اینمی تصویر بوده، کرسر ما در اینجا ظاهر شد. خب دوباره میگیم ای اس به این شکل کلیک کردیم. ببینیم
پس دوباره این همی تصویر کدام لغت با کدام لغت انگلیسی برابر میشه ببینید پس دوباره کرسر ما در اینجاست شو نوتس پس دوباره ما رو به ای آورد فوت نوت رو و این نوت رو هر کدامش رو به این شکل میتونین از اینجا مستقیما معنای زوره پیدا کنین قبلا درج شده باشه خب حال دوباره میایم به کانورت میایم ببینید کانورت قبلا فوتنوت داشتیم یعنی تنها فوتنوت داشته باشین میتونین از این طریق تمام فوتنوت ها را به این نوت تبدیل کنین اگر صرف این نوت داشته باشین میتونین از این طریق تمام این نوت ها را به فوتنوت تبدیل کنین یا مثل اینمی صفحه هم این نوت داریم دیجا هم فوتنوت داریم سویف فوتنوتس این این نوتس اگر انتخاب کنیم تمام این نوت های ما را با فوت نوت های ما را با این نوت تبدیل میکنه مثلا ببینیم ای پیکچر یعنی تصویر است ای این نوت است ببینیم این شکل متن هم همچنان این نوت است اگر باید فوت نوت تبدیل کنه اینمی فوت نوت ما یعنی راه وی است اگر با این نوت باید تبدیل کنه ببینیم به این شکل کانورت سویف اوکی ببینید کلوز تصویر ما فوت نوت تبدیل شد ببینید تصویر متن یک دو سی شد حال میبینیم این نوت خود را اسناد کمک تغییر راه اینا فوت نوت با این نوت تبدیل شد چون شماره این نوت ما ای بی سی دی بود ببینید به شکل پس دوباره این کار را دوباره برعکس هم همچنان میتونید تبدیل کنید پس دوباره به این شکل اوکی ببینید پس دوباره به حالت قبلی خود برگشت ببینید به این شکل خب حالا اینجا داریم این نوت ما در اخیر تمام کتاب یا تمام داکیمنت اضافه شوه یا end of section اضافه شوه ببینید end of section اینجا مثلا یک داکیمنت جدید میگیرم برای مثلا مصایبه رند یک سیکشن داریم اینجا باز از اینجا یک سیکشن رو جدا میکنیم لی‌آوت میاییم در درسای قبلی خوانده بودیم کانتینیوز رو میگیریم در این صفحه یک سیکشن جدید اضافه میکنم مصایبه رند این شکل ببینید در یک صفحه دو سیکشن داریم از سیکشن اول مثلا میگیریم یور یا میگیریم یو نه این نوت میتیم میبینیم این نوت اضافه میکنیم این نوت خب اینجا نوشته میکنیم شما خب از سیکشن دوم میگیریم مثلا دوباره هلپ را هلپ این نوت کمک ببینیم حال در آخر صفحه یعنی آخر داکیمنت با ما اضافه کرد ما میخواییم که هر این نوت ما راجع به کدام سیکشن میشه مربوط به کدام سیکشن میشه در آخر اونمو سیکشن با ما اضافه کرد سیکشن رو انتخاب میکنیم از اینجا انتخاب میکنیم end of section apply ببینید هر این نوت ما مربوط همون سیکشن می شود در اخیر اون همون سیکشن اضافه شد ببینید به این شکل خب اینمی کار را در لایاوت پیسته و همچنان ما می تانیم ببینید سپرس این نوتز اول سیکشن را انتخاب می کنیم end of document باشه apply ببینید در آخر document آمد پس می خواهیم که از اینجا میتونین در آخر هر سیکشن اضافه کنین مربوط به سیکشن مربوطی که هر سیکشن میشه اونمو توضیحات ببینین انتخاب نموده سیکشن های خود را به لایات کلیک میکنیم از اینجا سوپرس این روت را فال میکنیم ببینین آل در زیر هر سیکشن ما قرار داره در آخر هر سیکشن میخواییم در آخر داکیمنت به تیک از زیر میمانیم اوکی میکنیم ببینید در آخر
document izafa şud. خب بعدا ما رفرنس کلیک میکنیم دوباره با آپشن ازی میاییم ببین نویت نمبر را خوانده بودیم اگر نخواسته باشین به این نمبر بتین میتون از اینجا یک سیمبول هم انتخاب کنین و بالای سیمبول کلیک کردیم ببینید اینجا سیمبول آمد هر سیمبول را خواسته باشین از به این اضافه کردن میتونین مثلا این همه دی ام باشه اوکی این را ببینید انزرت یک سیمبول اضافه کردیم ببینید سیمبول تی ام به این شکل اگر به هر این نوت هم یا فوت نوت هم خواسته باشیم به این شکل از سیمبول استفاده کرده میتونیم ستارت ات داریم اینجا مثلا اینجا شماره این نوت را انتخاب میکنیم که مثلا ای بی سی باشه اپلای این نوت ما ای بی سی شد اولین این نوت ما از کدام حرف شروع شد یا از کدام نمبر میگیم که از نمبر دی شروع شد اپلای اینجا دی کردیم اوکی دی ای شروع شد خب دوباره سلیکت سیکشن هر تغییرات که در اینجا وارد کرده باشیم میخواین وول داکیمنت با تمام داکیمنت خود وارد شود یا سلیکت سیکشن یا در اینجا سیکشن دو سیکشن داره در سیکشنی که انتخاب شده با او اپلای میکنین از اینجا انتخاب کرده میتونین خب در اینجا باز داریم مچ سیکشن داریم مچ سیکشن ما چی کار میکنه یک جدول یک متن دیگه میگم دیگه یک صفحه دیگه میگیریم مصاحبه رند خب دیگه این دو کالم و دو کالم تقسیم میکنیم دو کالم داریم دوباره مصاحبه رند اینجا مثلا اینمی وی را انتخاب کردیم از اینجا مثلا این نوت یا فوت نوت میتونم ببینیم اینجا انزرت فوت نوت انزرت ببینیم مثلا در فارسی راشت نمی کنیم را از کالم دو انتخاب کردیم اگزمپل را ببینیم اینجا انزرت میکنیم خب مثال به این شکل حال دو کالم داریم از هر کالم ما یک یک فوتنوت اضافه کردیم به هر کالم ما اگر خواسته باشیم میتونیم تمام یک دو سی چار هر کالم را فوتنوت هر کالم را خواسته باشین در اخیر یک کالم قرار داده میتونین ببینید از اینجا میاییم کلیک میکنیم چند تا کالم داریم کالم یک در کدام کالم اضافه شود در اخیر کدام کالم در کالم یک اینم یک می باشه از طرف چپ خب اگر مچ باشه به این شکل در هر از هر کالم خواسته باشین شما فوت نوت اضافه کنین میتونین مچ سیکشن لی اوت انتخاب کنین مثلا یک رو انتخاب کردین یا کالم دو در بین کالم دو باشه در زیر یا تری مثلا دو کالم داریم میخواییم در کالم یک باشه اوکی میکنیم ببینیم تمام این نوت ما یا فوت نوت ما در اخیر کالم یک آمد به این شکل خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما تا درس های بعدی خداوند یار و مددگار دامات خدا حافظ